نهاد تحت نام رنگین کمان در کابل به جای استفاده از خریطه پلاستیکی، کمپاین استفاده از خریطه های تکه‌ای را آغاز کرده است. اعضای این نهاد میگویند که هدف از راه اندازی این کمپاین محافظت از محیط زیست و جلوگیری از امراضی است که از پلاستیک به وجود می آید. معصومه سلطانی و علی پارسا دو تن از اعضای این نهاد در مورد این کمپاین چنین گفتند: خریده ها رو برای ما توزیع کردیم، برایشان میگیم تفاهم نامه امضا شده ولی دیگه پوشش نکردیم. ما به گونه گزارش هر مثلا چند روز بعد ما به گونه پنهانی یا آشکارا میایم از اینا گزارش میگیریم، تصویر میگیریم که آیا اینا مثلا از این طرحی که ما برایشان داریم استقبال میکنن، مردم ما استقبال میکنن، خریده ها مثلا خریده میشه، آیا مردم دیگه از مثلا پلاستیک استفاده نمیکنن، به عوضش از پارچه های خریده استفاده میکنن یا از کاغذ استفاده میکنن. ما اینا نظارت میکنیم. اما با وجود از اینکه ما در کنار از این مسائلی که ما این کمپاین رو انداختیم، ما برنامه‌های آگاهی داریم از مضرات پلاستیک، اینکه پلاستیک 118 رقم بیماری رو برای شما به بار میاره، این آگاهی میتیم برای مردم. در این حال مردم این اقدام را به دیده قدر نگریستم، میگویند که باید در این کمپاین در کنار مسئولین شاروالی مردم عام نیز سهم بگیرند. آنها میگویند که استفاده از پلاستیک محیط را آلوده می سازد و انتقال دادن نان خشک توسط پلاستیک امراض مختلف را به بار می آورد. یک خانم که برای اخذ نان به نانوایی آمده بود در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: پلاستیک یک چیزی است که نان می بری باز پلاستیک شو ساخته میشه. اون دقات آشغالی میره، آشغالی پلاستیک حل نمیشه دیگه، خوب نمیشه، دنیا رو پلاستیک میره. دیکه این خوب است که قلن یک سال که خوبه شکار کنید. از سوی هم برخی نانوایی های شهر کابل میگویند که آنان این کار را عملی میکنند و این یک اقدام خوب است، چرا که در حال حاضر در خانه خریطه پلاستیکی به چشم میخورد. یک تن از نانوایی های شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: پلاستیک خودش یک ضرر دارد، نان گرم که پلاستیک پارت خودش یک مرض است، بیشتری باز به پلاستیک بگن یه ولد هم بشه. نهاد رنگین کمان میگوید این سومین دور کمپاین است که بر ضد استفاده خریطه های پلاستیکی آغاز کرده اند. در جریان کمپاین برای نانوایی ها 40 خریطه تکه ای را توزیع کرده اند. به اساس گفته های مسئولین این نهاد، در عملی ساختن این کمپاین شاروالی کابل، وزارت صحت عامه و برخی نهادهای مسئول دیگر نیز همکاری می نمایند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.